بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دانش آموزان پایه دهم دبیرستان سردشیر سلام عرض می‌کنم. بچه‌ها تو این جلسه می‌خوام بریم سراغ مبحث ایزوتوپ یا هم مکان ها. خب ایزو یعنی هم، یکسان، توپ در زبان لاتین یعنی مکان، ایزوتوپ یعنی هم مکان. چرا به اینا میگن ایزوتوپ یا هم مکان؟ چون اینها این اتم ها توی یک خونه از جدول تنوع میتونن قرار بگیرن و خونه دیگه یونه تو اشکال کنن. حالا تعریف ایزوتوپ چیه؟ بیم سراغ باشه. آقا دانشمندان به کمک دستگاهی به نام تیپ سنج جرمی، به این واژه جرمی دقت کن، تیپ سنج چیه؟ جرمی. که جلوتر بهتون درس بدیم، کتاب اینجا فقط یه تیکه رو گفته، بعد در جلوتر در مورد تیپ سنج جرمی یه تیکه خیلی کوچولو حرف زد. تیپ سنج جرمی رفتن جرم اتم ها رو به اندازه خیلی خیلی دقیق اینا چیکار کردن؟ اندازه‌ای کردن. پس اندازه‌گیری جرم اتم ها به صورت بسیار دقیق، حتی دقیق هم نه، خیلی خیلی دقیق، خیلی خیلی دقیق جرم اتم ها رو اندازه گرفتن. رفتن جرم اتم های مختلف رو اندازه گرفتن، مثلا جرم اتم های مگنزیوم تو نمونه طبیعیش رو اندازه گرفتن، فکر میکردن که همه‌شون یکی هم دیگه، خب تعداد الکترون پروتونشون برابره. بعد با یک پدیده جدید روبرو شدن، دیدن که جرم اینها با هم برابر نیست. مثلا توی یک نمونه طبیعی از عنصر مگنزیوم دیدن سه تا جرم متفاوت از مگنزیوم وجود داره، یعنی یه دونه نیست. جرم اتمیش مثلا یکی 24 خورده بود، یکی 25 خورده، یکی هم 26 خورده. خب جرم اینا برابر نیست. تفاوت اینا تو چی بود؟ خب الکترونشون که برابره، عدد اتمی هم که شماره شناسنامه اتمه و باید برابر باشه. یعنی شما هر عنصری رو توی طبیعت پیدا کردید که عدد اتمیش 12 قطعاً چیه؟ مگنزیومه. پس تفاوت تو چی بود؟ رفتن سراغ یک ذره جدید به نام نوترون، دیدن یک ذره خونسا تو اتم هستش که متفاوت تعدادش توی این اتم ها، و اومدن یک تعریف جدید رو بیان کردن، ایزوتوپ. ایزوتوپ یعنی چی؟ به اتم های یک عنصر، اتم های یک عنصر یعنی همشون مگنزیوم هستن که عدد اتمی یا تعداد پروتون یکسان و عدد جرمی یعنی مجموع تعداد پروتون و نوترون متفاوتی دارن، گفتن چیه؟ ایزوتوپ. ایزوتوپ ها فرقشون تو چی بود؟ فرقشون فقط توی تعداد نوترون ها بود. حالا بریم سراغ متن کتاب. اغلب نه همیشه یا همه در یک نمونه طبیعی از یک عنصر اتم های سازنده جرم یکسانی بچه چیه؟ ندارن. پس همیشه اتفاق نمیفته، اغلب در یک نمونه طبیعی از یک عنصر حتی جرم اتم های یکسان با هم برابر نیست، یا اتم های یک عنصر جرم یکسانی رو ندارن. رفتن سراغ تعریف. ایزوتوپ یا هم مکان به اتم های یک عنصر یعنی همش مگنزیوم که دارای عدد اتمی یعنی تعداد پروتون یکسان ولی عدد جرمی، عدد جرمی یعنی چیه؟ مجموع تعداد پروتون نوترون، پس تعداد نوترون متفاوت گفته چیه؟ ایزوتوپ گفته میشه. پس ایزوتوپ ها عدد اتمی یا زد یکسان و عدد جرمی یا ای متفاوت، یا یه جور دیگه بگیم ایزوتوپ ها عدد اتمی یا تعداد پروتون یکسان و تعداد نوترون متفاوتی رو دارن. پس ایزوتوپ به اتم های یک عنصر که داره عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت هست ایزوتوپ گفته میشه. این تعریف میشه. خب اینجا نگاه کن. پس بچه‌ها باید دو تا ویژگی داشته باشه، یعنی دو تا اتم اول نگاه کن عدد اتمش آیا یکسان یا نه. اگر عدد اتمی یکسان بود میره سراغ عدد جرمی، اگر عدد جرمی یکسان نبود ایزوتوپن، اگه
جفتشون عدد جرمشون یکسان، اون که دیگه ایزوتوپ نیست، خودشون هم اتمه، یه ایزوتوپش نیست به این دقت رو. پس باید دوتا شرط رو واسه ما داشته باشه. نگاه کن اینجا رو، مثال آزمون قلمچی سال 96 میگه یون ایکس سه بار منفی داره ام تا الکترونه. بچه ها اتم ها در حالت خنثا یعنی بدون بار الکتریکی تعداد پروتون و الکترونش با هم چی بود؟ برابر بود. گفتیم فقط الکترونه که جابجا میشه. اگر الکترون بگیره چون الکترون منفی بارش منفی میشه، اتم تبدیل میشه به یون با بار منفی. اگر الکترون از دست بده بارش چی میشه؟ مثبت میشه. خب ایکس سه بار منفی داره ام تا الکترونه. دوستان عزیز ام تا الکترون سه بار منفی هم هست، تعداد پروتونش چقدر میشه؟ تعداد پروتونش قطعا سه تا از تعداد الکترونش چیه؟ کمتره. یا تعداد الکترون سه تا بیشتر، سه تا الکترون اضافه گرفته. پس اینجا چی میگیم؟ میگیم P مساوی است با ای منهای چند بارسته. بهتون خوبش گفته بودیم، یا جور دیگه بگیم P مساوی است با M تا الکترون میشه M منهای 3. این رو قبول داریم؟ یا عدد اتمی چیه؟ M منهای 3، چون عدد اتمی همون تعداد پروتون. یه سراغ نوترون، چند نوترون داره؟ M به اضافه 6 تا نوترون داره. خب بچه ها گفته چند مورد از اتمایزی میتونن ایزوتوپش باشن، بعد بریم سراغ عدد جرمی. پس به دست این انشه، درسته؟ پس عدد جرمی میشه مجموع تعداد پروتون و نوترون، میشه ام به اضافه 6 تعداد نوترونت به اضافه چیه؟ ام منهای 3. قبول داری؟ پس عدد جرمی میشه چی؟ ام با ام جمع بشه میشه 2M، 6 منهای 3 میشه چی؟ مثبت 3. پس عدد اتمی ام منهای 3 و عدد جرمی چیه؟ 2M به اضافه 3. پس اگه بخوام نماد x رو بنویسیم، x میشه عدد اتمی پایینه بنویسیم، چون ام منهای 3 و عدد جرمی 2M به اضافه 3. حالا بخوام ببینیم کدوم یکی از اینا چی هست؟ ایزوتوپ این x ما هستن. بچه های عزیز ایزوتوپ یعنی عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی چیه؟ متفاوت داشته باشه. خب الان عدد اتمی شند ام این نیست، این عدد اتمی شند ام به اضافه 3 باید چی بشه؟ ام منهای 3. این هم نیست، این یه دونه میتونه باشه، این ام منهای 3 هست. پس این ام چیه؟ نیست. و این هم ام منهای 3. سه تا اتم داریم که عدد اتمیشون با ایکس ما چیه؟ برابره. حالا میریم سراغ چی بچه ها؟ میریم سراغ عدد جرمی. عدد جرمی باید فرق داشته باشه. یعنی عدد جرمی شده 2M به اضافه 3، پس این غلطه، این خودشه، همون x هست، رفته زاویش عوض کرده، درسته؟ چی موندهش؟ D و F. D و F عدد جرمیشون چیه؟ فرق موندن. پس این دوتا ایزوتوپ x ما هستن. پس ما چند تا ایزوتوپ داریم؟ دوتا. ما توی اتم ها دوتا ایزوتوپ x رو داریم که این دوتا اتم ایزوتوپ اتم x ما هستن. خب به همین سادگی. پس ایزوتوپ یعنی عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت. خب دوستان عزیز درصد فراوانی یک اتم یا یک ایزوتوپ توی طبیعت نشون میده که اون ایزوتوپ چقدر پای داره. هرچی درصد فراوانی بیشتر یعنی پایدارتره، درسته؟ یعنی تونسته خودش رو با محیط وفق بده و مقاومت خودش رو در برابر عوامل مختلف نشون بده. پس هرچی درصد فراوانی بیشتر ایزوتوپ ما پایدارتر. اگر دو تا ایزوتوپ بهت دادن گفتم کدوم پایدارتره، نگاه میکنید درصد فراوانی کدوم بیشتر؟ اونی که درصد فراوانیش بیشتر چیه؟ پایدارتره. درصد فراوانی هر ایزوتوپ در طبیعت نشان دهنده پایداریه. هرچی درصد فراوانی بیشتر پایداریه بیشتر، به طوری که هرچی ایزوتوپ پایدارتر باشه درصد فراوانی آن در نمونه طبیعی هم چیه بچه ها؟ بیشتر. پس هرچی ایزوتوپ ما پایدارتر درصد فراوانیش تو طبیعت بیشتر.
هرچی پایداریش کمتر باشه نسبت فراوانیش کمتر. نسبت فراوانی یا کسر فراوانی تعداد ایزوتوپ مورد نظر به تعداد کل ایزوتوپ یا اتم ها میگن نسبت فراوانی. اینو باید بلد باشید. مسائل جرم اتمیگی ما هم قشنگ تحلیل میکنیم به شدت فوق‌العاده. مسائلش راحت حل دارد. من اگه تستش هم بهتون میگم خیلی سوالتون میره بالا. حالا درصد فراوانی چیه؟ درصد یعنی ضرب در صد بشه دیگه. خب همون تعداد ایزوتوپ مورد نظر به تعداد کل اتم های ایزوتوپ میگن درصد فراوانی یک ایزوتوپ در مخلوطش، مخلوط طبیعیش. حالا این سوال حل سوال و نکته گفتم. خب اینجا رو بچه ها توی کتاب شما تو حاشیه ها تو تمرینات یه سری نکات رو میگه. متاسفانه یا خوشبختانه من نمیدونم اینو چجوری بگم، خیلی ها نمیدونن، ولی با واقعیت باید شما روبرو بشید. آزمون تشریحی با آزمون تستی تفاوت داره. تفاوتش تو چیه؟ تو آزمون تشریحی من سوالو میدم، سعی میکنم که اکثر بچه میتونم سوال جواب بدن مگر که نخونده باشه، یعنی کتابو خونده باشه تو جواب بده. تا نهایی رو نگاه کنیم این سوال مثلا یه جوری که میشه حل کرد. اما تو آزمون تستی هدف حل کردن شما نیست، هدف که شما تست رو حل نکنید. چرا؟ چون تفاوت بچه ها مشخص کنه. تست یعنی جدا کردن بچه ها. تست باید طوری طراحی بشه نکته های توش گنجیده بشه که همه نتونن نکته رو بده، یا مثلا یکی اون نکته نداره تست رو از دست بده. خب کتاب کلی نکته داره، بعد میره از تو حاشیه تمرین تست رو طراحی کنه. چرا؟ چون میخواد فقط کسایی که خیلی قویان اونو بلد باشن، کسایی که متوسطن یا ضعیفن حذف بشن. به خاطر همینه که تو آزمون مثلا تست شما جلوی شما میذارن خیلی سخت داره واسه حل کردنش. پس یادت باشه اگر بخوای تو آزمون‌های تستی موفق باشی باید نکاتو به طور کامل بدونی و تمام حاشیه ها رو بلد باشی. شاید متن کتاب شما کلی نکته داشته باشه، اما طراح تست میره از اون حاشیه که اصلا شاید به درد شما نخوره تو تاریخ زندگیت هیچ وقت به درد نخوره از اون سوال میده. باید به همه نکات به طور 100% تسلط داشته باشی. اگر 80% تسلط داشته باشی خیلی از تستا رو از دست میدی. اومده گفته که لیتیوم رو یه شکل داده اینجا. خب من کار با این نداره، همین شکل هست همینجا. خب هیچ چیز دیگه نگفته ولی از همین تست میدن. لیتیوم، اتم لیتیوم که حالا تو نهم هم خوندیم لیتیوم چی عدد تو 20 دارای دو تا ایزوتوپه. تو طبیعت داره چند تا ایزوتوپه؟ دو تا ایزوتوپ. باید حفظ بشی لیتیوم 6 و لیتیوم 7. بچه ها چرا نمیگم لیتیوم 3-6 لیتیوم 3-7 لیتیوم 6؟ چون لیتیوم وقتی میگه الاتومی 3 هست. اوکیه. حالا کدوم لیتیوم باید اسم رو با عدد جرمی بیان کنیم؟ به میگن لیتیوم 6، به میگن لیتیوم 7. درصد فراوانی سنگین تره یعنی لیتیوم 7 بیشتره. پس پایداریش هم چیه؟ طبیعت بیشتر. پس لیتیوم تو طبیعت دو تا ایزوتوپ داره، لیتیوم 6 لیتیوم 7. درصد فراوانی لیتیوم 6 کمتر و لیتیوم 7 بیشتر. پس لیتیوم 7 پایدارتره. خب یه سوال داره به مورد تمرین. فعلا ما مسئله جرم اتمی کامل بهتون تدریس میکنیم، بگرش نمیشه جلوتر با کتاب میریم جلو دیگه. کتاب یه تیکه اینجا گفته برفته جلو نکته دیگه رو نگاه کن. درصد فراوانی ایزوتوپای طبیعی لیتیوم رو چیه؟ همون داده گفته به دست بیاری. خب بچه های عزیز لیتیوم آبیه میشه لیتیوم 6 که خیلی کم داره و لیتیوم ذره میشه لیتیوم 7. درصد فرمانش رو کنم به دست بیاریم. حالا لیتیوم 6 رو نگاه کنم، درصد فرمانش میشه Fe مثلا 1 میشه تعداده. البته درصد فرمانی از ضرب در 100 باید کنیم دیگه، ضرب در 100 هم میشه تعداد ایزوتوپ مورد نظر. الان لیتیوم 6 به تعداد کل اتم ها. اینجا نگاه کن ما چند تا ایزوتوپ آبی داریم؟ لیتیوم 6 داریم، 1 2 3 داریم، درسته؟ تعداد ایزوتوپ مورد نظر به تعداد کل درصد فرمانیش میشه. خب کلا چند تا داریم؟ 1 2 3 4 5. اینجا میبشماریم 2 4 6 8 و 10. 10 ضرب در 5 چی؟ 50. 50 تا اتم داریم. درصد فراوانی لیتیوم 6 در مخلوط چه؟ 3. 50 ضرب در 100
50 با 100 سازه میشه، میشه چند؟ 6 درصد کل این مخلوط ما رو لیتیوم 6 تشکیل میده، 6 درصدش رو 6 تشکیل میده. خب الان حل نکردیم، میتونیم بگیم ما کلا دو تا ایزوتوپ 6 درصد 6 باشه، بقیه‌اش میشه لیتیوم 7 دیگه. چند درصد میشه؟ 100 منهای 6 میشه چی؟ 94. حالا خوب حساب می‌کنیم. لیتیوم 7 درصد فراوانی لیتیومش با F نشون میدیم. خب تعداد کل اتم اگه 50 منهای 3 کنیم که چی؟ 47. 50 هم ضرب در 100 این مایی سایی میشه 2 چه 94. 94 درصد لیتیوم 7 6 درصد لیتیوم 6 به صورت غیر مستقیم نکته رو گفته لیتیوم 7 پایدارتره و درصد فراوانی طبیعت بیشتره. خب نزدیم این سراغ منیزیم. تو حاشیه کتاب بازم درباره منیزیم حرف زده. منیزیم در طبیعت داره 3 تا ایزوتوپه. منیزیم یا منیزیم ام جی در طبیعت داره چیه؟ 3 تا ایزوتوپه. ایزوتوپه 24, 26 و 25. 24, 25, 26. ولی یه نکته خیلی مهمه. 24 از همه درصد فراوانیش بیشتر. ببین اونجا سنگینه بیشتر بود، حالا اینجا سبکه. ولی بعد از 24 میشه 26، بعد 25. 25 کمترین درصد فراوانی توی طبیعت داره. دقت کن. پس اول 24، بعد 26، بعد 25. اگر گفته اثر فراوانی مقایسش کدومه؟ اول 24، بعد 26 و در انتها 25. چون عدد فرده احتمالاً پایداریش بخاطر اون چیه؟ کمتره. پایداریش از دو تا دیگه کمتره. خب صداشون منیزیم یعنی عدد اتمیشون چنده؟ 12. تفاوت اینا تو چیه؟ توی تعداد نوترونه. این چند تا نوترون داره؟ 24 منهای 12 میشه چند؟ 12. 12 تا نوترون داره تو هستش. 26 منهای 12 میشه چند؟ 14. و این هم میشه 25 منهای 12 میشه 13. 12, 14 و 13 تا نوترون. اونی که تعداد نوترون کمتری داره تو اینجا پایدارتره. تو لیتیوم برعکس بود و همه شکلی میرون سراغ داره باشه. خب دوستان میرون سراغ کلور. هر اتمی در طبیعت دیدی که عدد اتمیش 17 بود کلوره. یادت باشه عدد اتمی شماره شناسنامه یا کد ملی یک عنصره. هر مثلا آقا فلان موجود با کد ملی فلان میگه محمد آقای مثلا حسینیه، درسته؟ این چیه؟ عدد اون عدد کد ملیه که به ما داره میگه، شناسایی ملی که داره بهتون میگه، اون تمام ویژگی اون فرد رو میگه. اینجا ما هم شکلی میگه عدد اتمی یعنی کلور یعنی منیزیم. اگر دیدی عدد اتمیت 17 باید چی میگی؟ میگه حتما کلوره، هیچ عنصر دیگه ای نیست. و نکته بعدی عدد اتمی خواص شیمیایی عنصر مشخص میکنه، تعداد پروتونه که خواص شیمیایی عنصر مشخص میکنه. پس عدد اتمی مشخص کننده خواص شیمیایی عنصر. بچه ها گفتیم که منیزیم سه تا ایزوتوپ داره، هر سه تاشون چی هن؟ منیزیم هن یعنی عدد اتمیشون 12. خواص شیمیایی هم چی مشخص میکرد؟ منیزیم عدد اتمی مشخص میکرد، درسته؟ حالا آیا اینا خواص شیمیاییشون با هم فرق داره؟ نه. چرا فرق نداره؟ چون هر سه تاشون عدد اتمیشون با هم برابره. خواص شیمیایی یک عنصر عدد اتمیش مشخص میکنه. پس همه ایزوتوپ ها دارای خواص شیمیایی یکسانی هست. خواص شیمیایی وقتی میگن یعنی دار و صدا الکترون، یعنی منیزیم تو ترکیبای یونیش همشون چیه؟ دو تا الکترون از دست میدن. منیزیم اول 24 میشه 25 میشه 26 فرقی نمیکنه. همشون میخوان ترکیب یونی بدن چه ام جی دوباره مثبت. یا مثلا کلور، کلور تو تمام ترکیبایش تو ترکیب یونی تو سی ال یک بار من. خب پس بچا عنصر کلور سی ال 17 داره، اینا مثلا لیتیوم دو تا ایزوتوپ داره. فقط برعکس اونه. چرا؟ چون درصد فراوانی کلور 35 و درجه پایداریش چیه؟ بیشتره. پس درصد فراوانی و پایداری ایزوتوپ سبکتر کلوره که بیشتره، که این حدودا 75 درصد حدودا، و این هم چقدر بوده؟
24. خب پس هرچی درصد فعالانی بیشتر ایزوتوپ ما پایدارتر مستراب حالا خواست شیمیایی الان هر بگفتی ما اینجا چی گفتیم شما؟ گفتیم که خواست شیمیایی اتم های هر عنصر به عدد اتمی یعنی تعداد پروتون یا زد اون چیه وابسته است. پس خواست شیمیایی به چی وابسته است؟ به عدد اتم. از این رو ایزوتوپ ها همگیشون رفتار شیمیایی چی دارن؟ یکسانی دارن. نگفتم رفتار فیزیکی ها، گفتم رفتار شیمیایی، یعنی در واقع داد و ستد الکترون، تشکیل یون، ترکیب کوبالتی دارن حرف میزنن. خب همشون چی دارن؟ رفتار شیمیایی یکسانی دارن و در جدول دوره‌ای فقط یک خونه رو یا یک مکان رو اشغال میکنن. به همین دلیل به اونها هم مکان یا ایزوتوپ گفته میشه. پس ایزوتوپ هم مکان چرا به اتم های یک عنصر که عدد اتم یکسان ولی عدد جمع متوازی دارن یا ایزوتوپ؟ چون همه اونها در جدول دوره‌ای فقط یک خونه یا یک مکان رو اشغال میکنن، پس به اونها ایزوتوپ یا هم مکان گفته میشه. خب ایزوتوپ های یک عنصر در برخی، نه همه، توی آزمون ها همش از این تست میدن، ایزوتوپ های یک عنصر در برخی خواص فیزیکی وابسته به جرم، خواص فیزیکی که جرم مشخص میکنه که هرچی جرمش بیشتر باشه این خواص فیزیکی مثلا نقطه ذوبش بیشتره، نقطه جوشش بیشتره، چگالیش بیشتره، درسته؟ پس ایزوتوپ های یک عنصر فقط در برخی نه همه خواص فیزیکی وابسته به جرم مثل چگالی یا دنسیتی، چگالی که نسبت جرم به هر که مادهش خواهد کنه، نقطه ذوب، نقطه جوشی و یکدیگر تفاوت دارن، چگالیشون فرق میکنه. آب سنگین، آب سبک، مثلا آب سنگین عراق ایزوتوپ های هیدروژنشون دوتریوم یا H2 که دوتر میگرد، اسم دوتریوم که دام حذف کرده خداشون. خب اینا سنگین ترن، یعنی شما الان یخ عادی داشته باشی، یخ به خاطر اینکه در حالت عادی مولکول ها به صورت نامنظم کنار قرار گرفتن تو آب، ولی وقتی که یخ میزنه جامد میشه آب، مولکول ها به صورت منظم شیش ذرگی هایی و مثل کندوی زنبور اثر وجود میارن که اصلا فاصله میگیرن. وقتی فاصله میگیرن چی میشه؟ حجمشون چی میشه بچه ها؟ زیاد میشه. هر چه زیاد میشه جرم هم که ثابته دیگه، تعداد هم ثابته، پس چگالی کم میشه. چگالی یخ معمولی از چگالی آب چیه؟ کمتره. پس یخ روی آب شناور میشه، درسته؟ تراکم یا چگالی تو یخ کمتر از آب، برای اگه جفتش چی بشن؟ H2 باشن. اما اگر از جنس ایزوتوپ دوتریوم یعنی H2O1 اتمی که یک هم هیدروژنه، عدد جرمش یه 2، یعنی یه نوترون اضافه داره خب نسبت به هیدروژن معمولی. خب اگه اون یخو بذاریم داخل آب فرو میره، چون چگالی اون از آب بیشتر، تراکم چیه؟ بیشتر. پس ایزوتوپ های یک عنصر در برخی خواص فیزیکی واسه به جرم مثل چگالی، MVOM، نقطه ذوب و نقطه جوشی با هم فرق میکنه. چگالی، نقطه ذوب و نقطه جوششون یکسان نیست. البته من یه جدولی میبرم اینجا کامل همه رو توضیح میدم. نکته بعدی، اغلب، نه همه، اغلب هسته هایی که نسبت شمار نوترون به پروتونشون، یعنی چی؟ یعنی N بر روی پیشون برابر یا بیشتر از 1.5 باشه، یعنی N پیومشون بوده تمثال 1.5 باشه، ناپایدار و پرتوزان که اصطلاحشون میگیم رادیو ایزوتوپ. البته شما اینا رو به اسم رادیو اکتیو میشناسید، به کتاب گفته رادیو ایزوتوپ. پس اغلب هسته هایی که نسبت شمار نوترون به پروتونشون برابر هم باشه، هستا برابر یا بیشتر از 1.5 باشه، اینا ناپایدار. گفتیم اغلب، بچه همه رو نگفتیم. الان سه تا مثلا لفظ میزنیم که آقا اینا چیه؟ امپیامشون بوده تمثال یک کنیم ولی پرتوزا یا ناپایدار نیستن، یا رادیو ایزوتوپ چیه؟ نیستن. پس
امپیو بود تماسبیه کنیم باشه یا یه چیز همون خودم از خودم در بردیم عدد جرمی به عدد اتمی بود تماسبیه دونیم باشه ایزوتوپ ما چیه؟ هرتوزاس یا رادیو ایزوتوپ البته اینجا همون چیم اغلب و چون کتاب اینو نگفته ما حالا میگیم مثال های نقص هم تو خود کتاب اومده نگاه کن نگاه کن اینجا رو قشنگ کربن 14 توی شناسایی من طول عمر اجسامی که مثلا این فسیلایی که پیدا میکنم میخوام اینا که اینا چند سال خدمت دارن و طول عمرشون چقدر از کربن 14 که ایزوتوپ هرتوزای کربن استفاده میکنم آهن 59 هم برای متاسفانه حالا خدا نیاره برای شناسایی سلول سرطانی خون استفاده میشه که آهن پردازاست و تکرسیون 99 هم که میگیم برای شناسایی مثلا قدرت تیروئید که میخوام اگه بیمار هست یا نیست پرکار کمکاره از تکنسیون 99 هست که ما اینو میخونیم و این دوتا رو تو آیا میدنیم خب نگاه کن کربن 14 6 بچه چند تا نوترون داره 14 منهای 6 امپیامو شما هم بدستیم 14 منهای 6 میشه چند 8 8 6 هم درسته؟ خب بچه های عزیز 8 6 هم جفتشون به 2 ساده کن میشه چند؟ میشه 4 سوم 4 سوم اگر به دست بیاری میشه چند؟ میشه 1 و حالا 3 دهم درسته؟ تقریبا 1 و 3 دهم 4 دهم الان این امپیومش از 1 و نیم کمتره حتی مساوی هم نیست خب این هم همینه این هم همینه ولی هر سه تاشون چی هم؟ هر توزا و ناپایدارن هرچند که امپیوم اونها کمتر هست چی بشه میگه کنیمه پس نشون میده که همیشه این شرط ما صدق نمی کنه یعنی ما اتم هایی رو داریم که امپیومشون از یک کنیم کمتر ولی پرتوزان یعنی اون ویژگی ها ندارن ولی چی هم؟ پرتوزان همچنین ایزوتوپ هایی توی طبیعت وجود داره که امپیومشون بزرگتر از یک کنیمه بازم چی هم؟ پرتوزان نگاه کن پلاتین پلاتین 195-78 خب NPMش رو به دست بیاریم 195 منهای 78 میتونیم اصلا اینجا از اون یکی بریم ایزدوم بریم ایزدوم یعنی عدد جریم عدد اتمی ایه چنده 195 زیر چنده 78 درسته؟ اینو 80 بگیری این هم 190 بگیری تقریبا چند برابر بچه از دو برابر هم چیه؟ چقدر بیشتر میشه درسته؟ نمیخون؟ ایز دوم الان اصلا اینو بگیر هفتاد بیرو بگیر اصلا دیوی سال کمترش کن خب سر نقل پنج رو تفصیل من هفتاد هشت باید بکنیم ببینیم خب اگه دو بدیم چه دو هشت شونزده تا دو هفته چهارده تو بگیم پونزده تا چه هم میمونه؟ چهل و یک درسته چهار ست ده خب اینجا خب اگه اینو هشت بگیم هشت پنج تا چهل میشه پس پنج بهش میخوره درسته؟ یکم از پنج پس بیشتریم چه چهر هم هشت پنج تا چهل تا 7, 5, 35 تا 39 تا یعنی 20 تا باز میمونه 20 تا یه صفر دیگه بهش بذاریم که 200 باز میشه چند؟ دو یعنی از دو بزرگتر مساوی چیه؟ دو و نیم درسته؟ این عدد از دو و نیم چیه بزرگتره ولی پلاتین ناپایدار و پرتوزان نیست یعنی اون شرطه داره ولی پرتوزان نیست پس باید اغلب رو تو ذهنتون داشته باشید پس هر اتمی که بهت دادن امپیومش بزرگتر مساوی کنیم یا ایزدامش بزرگتر مساوی دونیم باشه همواره پرتوزان نیست فقط چیه؟ احتمال پرتوزایشیه بیشتر از دیگرانه نکته مهم بر اثر مطالعه شده هسته رادیو ایزوتوپ ها یا اتم های پرتوزان ناپایدار سه تا چیز وجود داره یک ذره های پر انرژی که معمولا چی هستند نوترون های پر انرژی هستند دو مقدار زیادی انرژی خیلی زیادی از اوج هسته ای و سه هسته چی اتم های پایدار اتم جدیدی وجود میاد که چیه پایدارتر پس بر اثر متلاشی شدن هسته رادیو ایزوتوپ ها
یا اتم های پرتوزا و ناپایدار سه تا چیز به وجود میاد. یک، ذره های پر انرژی، اینو یادت باشه. دو، انرژی بسیار زیاد. سه، هسته های پایدارتر یا اتم های پایدارتر که حالا چی هستن؟ اتمشون فرق کنه چون تنشو به اتم هم. مثلا اینجا گفتیم که با مقدار زیاد انرژی، فقط با همراه با مقدار زیاد انرژی همراه هست، این غلطه. باید میگفت ذره پر انرژی و هسته های پایدارتر. اگه اینو نگه غلطه تو جمله کتاب میده. نیم عمر یا نیمه عمر. بچه ها، مدت زمانی که طول میکشه نصف جرم یک ایزوتوپ پرتوزا یا نصف هسته یک ایزوتوپ پرتوزا متلاشی بشه، بهش میگن نیمه عمر. عمر نصفه، نصفش. چون این نیمه عمر از نصف جرم ماده چی میشه؟ از بین میره. با تیه یک دوم نمایشش میدن. مدت زمان که تو میکنه نیمی از هسته های پرتوزا متلاشی یا واپاشی بشن رو بهش میگن نیمه عمر. پس جرم ماده چی میشه؟ نصف میشه. یعنی اگر ام بوده ضرب در یک دوم میشه مثلا چه چند؟ ام دوم. خب به این زمانی که طول کشیده، مثلا یک ساعت طول میکشه تا جرم این پرتوزای ما نصف بشه، جرمش تبدیل شه مثلا یک کیلو بجده بشه نیم کیلو، این پیش از ببینه مثلا میشه یه ماده دیگه، نیم کیلوش باقی ببونه بهش میگن چیه؟ نیم عمر این ذره پرتوزایی هایی هست. ایزوتوپ پرتوزایی. خب پس در هر نیم عمر که عدد ثابتیه جرم ماده چی میشه؟ نصف میشه. هرچی نیم عمر یک ایزوتوپ کوتاه‌تر باشه، نیم عمر هرچی کوتاه‌تر باشه زمان ماندگاریش کوتاه‌تره، پس ناپایدارتر. بچه ها، نیم عمر برای ذرات پرتوزا یا ایزوتوپ های پرتوزا یا رادیو ایزوتوپ ها تعریف میشه. هرچی نیم عمر کمتر ناپایدارتر. برای پایدار که میگه پایداره دیگه، تو طبیعت هست یه پایداره. خب اگر نیم عمر تعریف شد یعنی ناپایدار، یادت باشه. پس اگر برای اتمی نیمه عمر رو مثلا گفت عددش من 50 سال 500 سال، یعنی قطعا پرتوزا داره از بین میره. اتمی که پایداره دیگه هزاران سال دیگه هم همجا میمونه. پس ناپایدار که به تو گفت یا نیمه عمر واسش تعریف کرد یعنی چیه؟ پرتوزا یا رادیو ایزوتوپ. خب هرچی نیمه عمر کمتر، رادیو ایزوتوپ یا ایزوتوپ پرتوزای ما چیه؟ ناپایدارتر. شباهت ها و تفاوت ها رو بگیم. ما این جمله رو میخونیم بعد میرسه آقا شباهت و تفاوت ها. هرچی نیمه عمر یک ایزوتوپ کوتاه‌تر، زمان ماندگاریش کمتر، درنچه چیه؟ ناپایدارتر. به دیگر سخن نیمه عمر هر ایزوتوپ نشون میده که ایزوتوپ تا چه اندازه چیه؟ پایداره. پایداری البته نسبی دیگه، وگرنه گفتیم که این رادیو ایزوتوپ ها که واسهشون نیمه عمر تعریف میشه، ولی اتم های پرتوزا نیمه عمر تعریف، اتم های غیر پرتوزا نیمه عمر تعریف نمیشه. به دقت کنید. خب بچه ها، شباهت ها و تفاوت های ایزوتوپ ها، 6 تا شباهت من واسه جدول آوردم و 7 تا چیه؟ تفاوت. خب عدد اتمی ایزوتوپ ها چیه؟ یکسانه. تعداد پروتونشون پس یکسانی، عدد هم تعداد پروتونه. اگر اتم خونسا باشه، اتم خونسا تعداد الکترونشون هم چی؟ یکسانه. آرایش الکترونشون پس یکسانه چون تعداد الکترونشون برابره. خواص شیمیایی و رفتار شیمیاییشون یا واکنش پذیری رو اسم واکنش پذیریشون هم چیه؟ یکسانه. واکنش پذیری هم فعالیت شیمیایی یا خواص رفتار شیمیایی، اینا حواستون باشه. موقعیتشون تو جدول دوره عنصران چیه؟ یکسانه. همه‌شون توی یه خونه عجب قرار میگه. ما تو جدول نگاه کنی 100 جا کلور نداریم. یه خونه فقط کلوره. اونم خونه شماره 17 که بس عددتون مشخص شد. این سوال تفاوتشون. عدد جرمیشون فرق میکنه. درسته مجموع تعداد پروتون‌هاش فرق میکنه. پس تعداد نوترونشون هم فرق میکنه. خب تعداد نوترون فرق میکنه. عدد جرمی تقریبا جرم نسبی جرم اتمیه. تقریبا میگه دیگه، فقط عدد جرم فرق کنه، جرم اتمیشون هم چیه فرق کنه. خواص فیزیکیه وابسته به جرمشون مثل چگالی، نقطه اضافه، نقطه جوششون هم فرق میکنه. پس درصد فراوانیشون در طبیعت هم چیه؟
فرق میکنه. اینا رو اونجا میگم کسی که این فیلمو نبینه این دکتر رو بلد نیست. فقط کسایی میگن تا میبینه بلد خواهم که گوش کنم سر کلاس من دارم میگم و بقیه از دست میدم. پس پایداری و پردازداریشون هم چیه؟ فرق میکنه. یه سری پایدار یه سری پردازان، پس نیمومشون هم فرق میکنه. پس 6 تا شباهت داشت و 7 تا تفاوت، که این 6 تا و 7 تا باید حفظ باشید. من توی امتحان ممکنه چند تا سوال بدم، یه مدلش اینه که مثلا میگم کدومش که از اینا تفاوته یا شباهته، یه مدلش هم میگم آقا 5 تاشو ناب ببر، کسی که بلد نباشه نمره رو از دست میده. توی تست ها مثلا این شکلی میدیم که مثلا 10 تا ویژگی می نویسم، میگم چند تاشون از شباهت ها یا از تفاوت های ایزوتوپ ها، اگر بلد نباشی اینا رو نمیتونی به سوال جواب بدی. البته خیلی آسانه. خب یه سراغ ادامه درستمون میریم سراغ تست. نگاه کن شمار نوترون های ببین تست من ببین همین تست ها تست های آزمون ها بوده. آزمون قلمچی، نشانه، گزینه دو، فلان. قلمچی از لحاظ کیفیت از همه آزمون ها سوالش بهتره. خب فقط داریم اولا قلمچی سوال کنیم، وگرنه آزمونه دیگه هم از حالی که تو بقیه آزمونه هم که حالا مثلا گاجینه که بعد سطح خوبی نداره، باز گزینه دو هم خوبه. گزینه دو رو به صورت تست بهتون میدم، ولی توی کتاب من یا توی جزوه من معمولا کنکور سراسری، بیس، بعد قلمچی و سنجش، اینها بیس کار ماست. چون آزمونایی هستند که تعداد زیادی شکر کردم و استاندارد لازم رو مشخص کرده که بچه ها چقدر به این نکته دقت کردن یا نکردن. کاریم سراغ تحلیلش. شمار نوترون های پایدارترین ایزوتوپ های عنصر منیزیوم. پایدارترین ایزوتوپ منیزیوم چی بود؟ Mg1224 بود. درسته؟ بچه ها چند تا نوترون داره؟ عدد جرمین های عدد اتمی که تعداد نوترون میده 24 12 میشه 12 تا نوترون، پس N 12. درسته؟ اینقدر برابر عدد جرمی سنگین ترین ایزوتوپ عنصر یاد شده است. اینجا گفته عدد جرمی سنگین ترین، سنگین ترینش چی بود؟ منیزیم 26 12. درسته؟ دوستان عزیز عدد جرمی چند میشه؟ 26. درسته؟ خب 12 26 همه دیگه نسبت چی گفته؟ نسبت تعداد نوترون اون به عدد جرمی سنگین ترین ایزوتوپ. 12 26 همه جفتشون به 2 ساده میشه، میشه 6 13 6 13. گزینه یک، پس گزینه 3 و 4 حل میشه. گزینه یک یا گزینه این عنصر داره اینقدر چند تا ایزوتوپ تو طبیعت بود؟ 3 تا ایزوتوپ در طبیعت داشت. من اینجا 12 منیزیم 12 24 12 25 12 26. پس جواب میشه گزینه یه گزینه یک میشه. درسته؟ 3. شاید بچه ها من سوال خودم تحریم میکردم که خیلی از سوال خودم تحریم میکنم یا آقا خب شما داریم که نظر شماست. اینو با شناسا بودیم تو آزمونی که تعداد زیادی شرکت کنندی که حداقل 90% بچه هایی که رتبه برتر کنکور میشن تو شرکت کردن آزمون اومده برای سنجش. تو کنکور هم میشه ازش سوال داد و مطمئن باشه سوال اومده ها جلوتر حل میکنیم. واقعا اهمیت داره واسه ما که شما تمام نکات رو حفظ باشید. فقط یاد گرفتن مفهوم مهم نیست، مفهوم رو یاد بگیرید، ولی مهمتر از اون باید حفظ باشید. ما دانش آموزی داریم واقعا بهتون بگم 20 بار 30 بار 40 بار کتاب درسی رو خونده. باور نمی‌کنید دانش آموز همین امسال کنکور 99 دانش آموز دارم می‌بینم که میگم چندمین بار داری کتاب می‌خونی؟ کتاب درسی از جزوه خودمون رو داریم می‌گیم دیگه. میگه 15مین بار 20مین بار میگم چی؟ 15 و 20 تمام نقطه ها رو حفظه. خب معلومه داره شیم می‌زنه تو آزمون‌ها 90% کنکور می‌زنه بالای 80% بالای 90%. بعد دانش آموز میگه آقا اینو بلدم دیگه. چیو بلدی؟ باید حفظ کنی، باید نقطه به نقطه این نقطه ها رو حفظ باشی. خب تست 21
در میان ذرات فرضی کدام ذره احتمال بیشتری برای رادیو ایزوتوپ بودن داره؟ خب اینو با تحقیقی که تو کتاب داریم چه امپیومشو به دست بیاریم یا ایزدومشو. اگر ایزدومش بوده تمساوی 2.5 یا امپیوم بوده تمساوی 1.5 باشه چیه؟ رادیو ایزوتوپ. دیگه نکته دیگه کتاب نداره که مشخص کنه. خب من امپیوم می‌نویسم. چرا امپیوم می‌نویسم؟ چون بعضی بچه‌ها ممکن اشتباه کنن ایزدوم. امپیوم رو نگاه کن. خب چند تا پروتون داره؟ 75 تا. چند تا نوترون داره؟ علی جمعی علی اتمی 5 از 8 میشه 3، 7 از 15 میشه 83. 83 هفته معلومه که به 1.5 برابر نمیرسه، درسته؟ پس از 1.5 چیه؟ کمتر. این سال رو بعدیش پس این هر دوتا این پایی داره. خب امپیوم این رو به دست بیاریم. چند تا نوترون، چند تا پروتون داره؟ 60. چند تا نوترون داره؟ 120. نه 60 چه جمع باز 60 60 60 کم 60 60 کم میشه 1 به 1.5 بازم نمیرسه. پس این هم چیه؟ پایدار. احتمالا رو نمیدونیم. احتمالا با توجه به این ظاهری که سوال بهمون گفته پایداره. این سوال بعدی امپیوم این رو به دست بیاریم. امپیوم این چقدره؟ پیش میشه 58. انش میشه چند؟ عدد جرمی من های عدد اتمی کن. 8 از 8 میشه 3، 5 از 13 میشه چند؟ 8. 80 58 این عدد بزرگی. اگه اینو 60 بگیریم 80 60 میشه چی؟ 4 سرپون درست بچه ها؟ حالا باید جیزره با شک و تعجب نگاه کنیم، حساب کنیم. 58 حالا 60 بگیری چون من دوست تو کنگو 60 بگیری یه ذره باید خلاقانه حل کنیم مثلا. خب 58 بذاریم 8 از 12 میشه 8 از 10 میشه 2، 5 از 7 هم میشه چند؟ 2 22. حالا این اگه 4 بگیریم یا 3 تقریبا بگیریم میشه چند؟ 3 8 24 تا 3 5 15 16 17. خب 6 و 7 7 از 11 میشه چند؟ 4. بچه ها این نیست، 1 و 3 دار 1 و 3 دار درست از 1 کنیم چیه؟ کمتر. پس این هم چیه؟ تقریبا میشه گفت احتمالا پایدار هست. بس سه بومیش بعد گذیبه 4 برسه باید MPO N P تلپورتر 49 N تلسام کن 9 از 14 میشه چند؟ 5. 4 از 11 میشه چند بچه ها؟ 75. این صدا نمیدن بس این جواب ها. ولی خب حساب کنیم 75 49 بازم میشه 75 50 حساب کنیم ها. ولی خب ما باید دقیق حساب کنیم که شما مطمئن باشیم. خب بچه ها یه دو چلو یه دو نو چلو نو نو از 15 میشه چند؟ 6. 4 از 6 میشه 2 درسته؟ 260. حالا یه مویز بده اگر اینو مثلا حساب کنیم 6 بهش بدیم 5 بهش بدیم. خب 9 5 4 5 تا 4 5 تا 20 تا 24 چه 15 تا بازم جا داره درسته؟ یک مویز چیه؟ 5 است. این تقریبا از 1.5 چیه؟ بزرگتر مساوی 1.5. پس احتمال بیشتری هست که این چی باشه؟ پردازا باشه نسبت به اون نکته که ما گفتیم. وقتی این سوال رو میده یاد باشه فقط شما یه دونه سلاح داری که مشخص کنی که این پرتوزو یا نه. اون امپیومه. من که اتم حفظ باشه مثلا تکرسیوم چیه؟ پرتوزوه. چرا؟ چون تو کتاب گفته. همین. یا اورانیوم چیه؟ پرتوزوه. چون کتاب گفته. این سوال بعدی و دست تقریبا به پایان میرسونیم. چند بار از زمان ارائه شده و پر کردن جای خالی در حالت حاضر نامناسبن، یعنی خوب نیستن. خب از اول ایزوتوپ ها اتم های یک عنصر هن در ایزوتوپ هست که نقطه جوش یکسان. آقا نقطه جوششون یکسان بود؟ غلطه. نقطه جوششون یکسان نبود و عدد جرمشون چی بود؟ حالا عدد اتمیشون هم متفاوت نبود، یکسان بود. پس این غلطه گفته به سوال کدوم نامناسب یعنی غلطه. با نمادها مشخص کن که اشتباه نکنه. خیلی بچه مناسب میگیرن اینو حذف میکنن. غلط ها رو ما میخوایم، چیزهایی که تو جواب ما نیستن.
ایزوتوپ ها اتمایی که عنصر هستن که پروتون الکترون نوترون متعادل دارن، این درسته، به درد ما نمیخوره. ایزوتوپ ها اتمایی که عنصر هستن که شدت واکنش پذیری، یعنی خواص شینگر یا واکنش پذیریشون یکسانه، درسته، نقطه ذوبشون هم فرق کنه. پس بچه این هم به درد ما نمیخوره. ایزوتوپ ها اتمایی که عنصر هستن که تعداد الکترون یکسان و چگالی متفاوتی دارن، این هم چیه؟ این هم درسته. ایزوتوپ ها الکترون تعدادشون برابره، پس بچه چگالی متفاوتی دارن. درست ها به درد ما نمیخورن. چیا خوبن؟ غلط ها میشه گزینه یک. اکثر بچه ها اینو برعکس دارن، گزینه سه دارن. چند تاش درسته؟ رو حساب کردم، شما بلدی بود. ببین فقط بلد بودن نکته و تسلط داشتن به نکته کافی نیست، شما باید با روش حل تست ها با این به این سر چی باشید؟ آشنا باشید. خب توی جلسه درباره ایزوتوپ ها حرف زدیم، نکته هاشو بهتون گفتیم و سعی کردیم که هر چی درباره ایزوتوپ هست رو بهتون بگیم. هرچند تو جلسه آینده، جلسه بعدی میریم سراغ مسائل نیمه عمق ایزوتوپ های ناپایدار پروتون و تمرین های کتابو کامل تحلیل میکنیم، نکته هاشو در میاریم، هم روش های تستی و هم روش های تشریحی رو بهتون میگیم. خب من شما رو تا جلسه آینده به خدای بزرگ و منان میسپارم و امیدوارم که با تلاش و کوشش خودتون بتونید از این نکته هایی که بهتون گفتیم بهره ببرید. خدا نگهدار.